بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دانشجویان بسیار عزیز، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که شاد و پیروز و سربلند باشین و در این ایام مبارک ماه رمضان طاعات و عبادات همه شما مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه و بگیره. خب در جلسه پنجم از سلسله مباحث جرمشناسی یک در خدمت شما عزیزان هستیم و همانطور که در جریان قرار دارین، ما در جلسه گذشته بحث رابطه جرمشناسی با سایر رشته های علوم جنایی شروع کرده بودیم و به چند رابطه پرداختیم که از جمله رابطه جرمشناسی با حقوق جزا، رابطه جرمشناسی با جزاشناسی، رابطه جرمشناسی با جرمیابی بود. خب در خانواده علوم جنایی یک عضو دیگری هم وجود داره تحت عنوان سیاست جنایی، که رابطه جرمشناسی با سیاست جنایی باقی مانده بود که انشالله در این جلسه به او خواهیم پرداخت و بعد از او انشالله ادامه مباحث مرتبط با جرمشناسی که بحث روش تحقیق در جرمشناسی هست به او هم اشاراتی خواهیم داشت. خب یکی از علومی که جرمشناسی همواره با او سر و کار داره و به نوعی یکی از اعضای جدید خانواده علوم جنایی هم به شمار میاد نسبت به دیگرها، سیاست جنایی است. اگر حافظه دوستان باشه در جلسه اول یا دوم هم اشاره کردیم که سیاست جنایی عمدتاً در دوره‌های ماستری و دکترا میخوانن و تدریس میشه، ولی خب چون به عنوان عضوی از خانواده علوم جنایی هست، ما اینجی به صورت مختصر رابطه او با جرمشناسی مورد بررسی قرار میدیم. اولین بحثی که وجود داره دوستان بحث خود سیاسته. در تعریف سیاست، خب همیشه که سوال از دوستان مطرح میکنیم و میپرسین، هر کدام یک تعریف از سیاست ارائه میکنن. یک تعداد میگن چگونگی رسیدن به قدرت، یک تعداد میگن چگونگی حفظ قدرت یا شیوه های رسیدن به قدرت و و موارد دیگری که وجود داره. یعنی همه چیز تمرکز پیدا میکنه در ارتباط با همون قدرت گرفتن و حاکم شدن و حفظ قدرت و این مباحث. اما در حقیقت امر سیاست خودش به معنای تدبیر است، سیاست به معنای برنامه ریزی است و چگونه یک امر به صورت درست و معقول از او به پیش بردن و میشه سیاست. خب ما در بحث سیاست وقتی که این مطرح میکنیم دیگه دایره از او وسیع میشه. این سیاست میتونه سیاست همون به معنای حفظ قدرت باشه، سیاست اقتصادی باشه، سیاست اجتماعی باشه، سیاست فرهنگی باشه و سیاست جنایی هم میتونه مطرح بشه. چرا؟ چون خود سیاست به معنای تدبیر و برنامه ریزی تعریف میشه. حالا در بحث علوم جنایی و سیاست جنایی، ما زمانی که صحبت سیاست جنایی میکنیم با دو مفهوم روبرو میشیم. در نگاه اول یک مفهوم، مفهوم مزیق هست، یعنی محدود و فشرده، و یک مفهوم، مفهوم موسم. در مفهوم مزیق، در مفهوم مزیق همان برداشت، همان سیاست جزایی است که از گذشته های دور هم وجود داشته، همین حالی هم وجود داره. یعنی چی سیاست جزایی؟ برنامه ریزی کردن در راستای مقابله با جرم از طریق اعمال مجازات از قدیم الایام وجود داشته، حالی هم وجود داره. دولت ها یکی از ابزار و یکی از برنامه ها، یکی از تدابیری که در راستای مقابله با جرم روی دست دارن بحث مجازات کردنه. کسی که خطایی از او سر میزنه او رو مجازات میکنه. خب این میشه همون مفهوم مزیق. اما مفهوم مزیق که معمولا و عمدتا هم دولت مسئولیتی رو بر دوش داره
نهادهای عدلی و قضایی در راستای مقابل با جمهور یه سری وظایفی دارن که خب در چوکات همون وظایف خود را انجام میدن و او سیاست را پیاده میکنن که روی از او ما حرفی نداریم، که در جزای اقتصادی جزای عمومی هم حتما شما خواندید و با این مباحث آشنا هستید. اما زمانی که صحبت سیاست جنایی به مفهوم موسع میشه، مفهوم موسع میشه دیگه یک تعریف عام‌تری در بر میگیره. و بازم تاکید بکنم که سیاست جنایی عمر کوتاه‌تری نسبت به سایر رشته‌های علوم جنایی داره. خب اینجا وقتی که صحبت از سیاست جنایی میکنیم در مفهوم موسع دیگه دولت به تنهایی مکلف نیست تا در راستای مقابله با جرم یا رفتارهای انحرافی تدابیر بسنجه، بلکه ملت و مردم هم به نوعی وارد مسئولیت میشن و نسبت به رفتارهای انحرافی باید احساس مسئولیت بکنن. حالا در تعریف از سیاست جنایی ما به شما بدیم، دقیقاً شما به موضوع ورود بهتری پیدا خواهید کرد. در تعریف سیاست جنایی یک تعریف مختصری که از خانم دلماس مارتی هست من اینجا خدمت شما ارائه میکنم، میگه مجموعه اقداماتی که در راستای مقابله با جرم از سوی هیئت اجتماع اتخاذ میگردن. حالا در این تعریف ما دو تا گپر میخواییم به او تمرکز بکنیم. یکی در قسمت در راستای مقابله با جرمه. زمانی که میگیم مجموعه اقداماتی که در راستای مقابله با جرم، این سوال پیش میاد دوستان که این مقابله با جرم باید قبل از وقوع جرم باشه یا بعد از وقوع جرم. من همیشه این به این قسمت که میرسم با دوستان این مسئله مطرح میکنم، در سلسله ما این سوال رو مطرح میکنم. خب یک تعدادی میگن خب چون بحث ما بحث پیشگیری است باید قبل از وقوع جرم باشه، یک تعدادی میگن نه این باید بعد از وقوع جرم باشه که دیگه جرم اتفاق نیفته. پاسخ بسیار ساده است، این اقدامات هم باید قبل از وقوع جرم باشه و هم بعد از وقوع جرم باشه. قبل از وقوع جرم چی؟ یعنی ما چه کار بکنیم که اصلا انسان یا انسانها یا مردم به سمت همون رفتار انحرافی حرکت نکنه. چه برنامه‌ای بریزیم برای اوقات فراغت اینها؟ چی کار بکنیم در فلان منطقه یا فلان محل یا فلان جایی که یک کمکی وضعیت خاص داره؟ چه تدبیری بسنجیم که اصلا به اون سمت جرم اتفاق نیفته؟ اما بعضی وقتا از برنامه جواب نمیده، برنامه درست عملی نمیشه و جرم اتفاق میفته. آیا دست روی دست بگذاریم؟ نه خیر، چنین چیزی نیست، بلکه ما باید برای آینده برنامه ریزی بکنیم که دیگه چنین اتفاقی نیفته. پس این اقدامات هم قبل از وقوع جرم و هم بعد از وقوع جرم اتفاق میفته. خب حالا هیئت اجتماع منظور چیه؟ گزینه دیگری که وجود داره. هیئت اجتماع منظور کینه؟ هیئت اجتماع دولت یا مردم؟ خب اگر بگیم هیئت اجتماع دولت، خب دولت که اگر باشه هم میشه سیاست جزایی دیگه، از طریق مجازات کردن، از طریق اعمال قوه قهریه بیشتر وارد میشه. یا بیایم بگیم نه خیر، در کنار دولت مردم و ملت هم باید نقش خود ایفا بکنن، که درستش هم همینه. زمانی که صحبت از هیئت اجتماع میشه دیگه منظور تنها دولت نیست، بلکه دولت و مردم در کنار هم دیگر، هر کدام در جای خود، هر کدام در موقف خود، هر کدام در محیط مسئولیت خود مکلفن که در راستای جلوگیری از رفتار انحرافی اقداماتی انجام بدن. به طور مثال ببینین، نهادهای مختلف آموزشی، من همیشه در سرسنف ها این مثال رو میزنم، ما در نهادهای آموزشی مثل مکتب، مثل دانشگاه، چه برنامه‌ای برای کسایی داریم که به اونجا مراجعه میکنن؟ در جاهای توسعه یافته، در کشورهای توسعه یافته برای دانشجو این گونه برنامه ریزی میکنن که از 8 صبح اگر تایم کاری از درسی شروع میشه
تا 4 اصل یا 5 اصل اگر در دانشگاه هستن کلن به اینو برنامه دارن، یعنی آنقدر دانشجو رو مشغول نگه میدارن که در دانشگاه اصلا به فکر رفتار انحرافی نمیفته. در اونجا تمام امکاناتی که برای یک دانشجو به طور مثال نیاز هست در نظر میگیرن، از کتابخانه گرفته تا اینترنت تا دسترسی به اساتید در اوقات معین، بحث تفریحی مثل استخر و سونا و جکوزی یا زمین‌های ورزشی و تمام او چیزایی که یک جوان یا یک دانشجو به اون نیاز داره در همون محوطه دانشگاه اونا رو آماده می‌سازن تا دانشجو فرصت‌های فراغت رو پر باشه به شیوه‌های مختلف، دیگه فرصتی به نظر نکنه که به سمت رفتارهای انحرافی خدای نخواسته فکر بکنه یا حرکت بکنه. اما در جاهایی که به طور مثال گاهی ما شوخی هم میکنیم، مثل بعضی دانشجوهایی که در بعضی دانشگاه ها ما متوجه هستیم هر لحظه ساعت خود رو نگاه میکنن که کی همون تایم مثلا 2 ساعت یا 3 ساعت رو تکمیل میشه که بلا فاصله از دانشگاه بذارن بیرون برن به دنبال کار و زندگی. چرا؟ چون محیط به اون شیوهی که شایسته و بایسته هست شاید هنوز آماده نشده. خب یا به طور مثال شورای محل، شورای محل در همون منطقه چه وظیفه‌ای داره؟ چه کار باید بکنه؟ چه برنامه‌ای برای پر کردن اوقات فراغت جوانان خود در همون منطقه دارن؟ چه برنامه‌ای برای مشکلاتی دارن که احیاناً یکی از مردم اون منطقه با اون روبرو شده باشه؟ یا به طور مثال نهادهای اجتماعی یا نهادهای مدنی چه وظایفی دارن؟ هر کدوم باید وظایف رو تعریف بشه. یا به طور مثال رسانه ها، یکی از بحث های بسیار مهم، آیا رسانه ها برنامه ای دارند برای این که مخاطبین اونها آماده بشن و چیزهای تازه خوب رو یاد بگیرن، مفید رو یاد بگیرن، یا نه برعکسه رسانه به عوض این که فرهنگ سازی بکنه بیشتر داره زمینای انحراف اجتماعی در جامعه کلید میزنه؟ یا مراکز تفریحی، در مراکز تفریحی ما چه جوی حاکمه؟ من همیشه سر صنفا با دوستان میگم داشتن یک مکان تفریحی برای یک شهر مثل تخت سفر کمه، باید 10 تا مثل تخت سفر باشه. داشتن یک جیمنازیوم ورزشی برای یک شهر مثل هرات 1-2 تا و 10 تا کمه، باید 100 تا وجود داشته باشه. اما آنچه که مهمه چگونگی مدیریت اینها هست که وقتی که انسانی مراجعه میکنه یا مجموعه مراجعه میکنن به این محیط ها احساس آرامش بکنن. اما متاسفانه حالا ما بیایم در چوکات اجتماع خود بیایم مسئله مطرح بکنیم، هیچ کدام از این مباحثی که ما داریم در جامعه درست تعریف نشده. در دانشگاه ما متاسفانه ما او ظرفیت سازی و او امکانات رفاهی برای یک دانشجو فراهم نکردیم که وقتی که وارد محیط دانشگاه میشه دیگه دغدغه دیگری نداشته باشه، کلا هم و غم میاد محیط تحصیلی و اکادمیک باشه و تنها به فکر فرار یا نمیفهم گذراندن زمان نباشه. در شورای محل متاسفانه در بسیار از محلات ما میبینیم او رسالت اصلی و اساسی خود رو درست انجام نمیدن. در بسیاری از مساجد که یکی از پایگاه‌های عمده و اساسی نظام اجتماعی حداقل در کشور ما محسوب میشه، متاسفانه اون طور برنامه مدونی برای فرهنگ سازی و ترویج اخلاقیات و فضایل اخلاقی متاسفانه در بسیاری از مناطق وجود نداره. از رسانه اگر بخوایم صحبت بکنیم که همون اصطلاح مصنوعی 70 من کاغذ میشه، شما نگاه بکنید تمام برنامه هایی که متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق، حالا تمام قید مطلق رو نیاریم، اکثریت قریب به اتفاق برنامه هایی که از رسانه ها متاسفانه پخش میشه، اینها برنامه هایی است که هیچ چالشی از جامعه ما نه تنها حل نمیکنه بلکه بر مشکلات جامعه ما بیشتر میافزاید. من یک نمونه کوچک از اون که همیشه مثال میزنم
سر صرف همون رو میگم اینجا چون فرصت به ما زیاد اجازه نمیده. ما یک دوستی داشتیم تعریف میکرد، میگفت که در وقتی که همین برنامه‌ای به نام کشتی کج در یکی از رسانه‌ها پخش میشد و مدت زمان زیاد مخاطبینی را به خود جذب کرده بود، بعد یکی از برادرزاده های از او رفته در یک بلندی تای تاقی تاقچه بلند شده استاده شده، بعد خواهر 5-6 ساله خود را به پایین او را دراز کشیده و بعد از او بالا آمده خود را انداخته روی تفلک که من حرکت مثلا جان سینا رو دارم برای تو کار میکنم. خب این یاد گرفته از الگوبرداری که در زمین رسانه. حالا رابطه جرم شناسی با سیاست جنایی از کجا معلوم میشه؟ از همینجا. آقا جان سوال همینه دیگه، گفتیم هر گاهی که میخواییم یک مسئله از عینک جرم شناسی بررسی بکنیم یک جرمر، باید این دو سوال پیش روی ما باشه: چرا جرم اتفاق میفتد و چگونه میتوانیم از وقوع جرم جلوگیری بکنیم. حالا آقا جان چرا جرم اتفاق میفتد؟ چون رسانه درست نداریم. چرا جرم اتفاق میفتد؟ چون دانشگاهی درست نداریم. چرا جرم اتفاق میفتد؟ چون محیط تفریحی سالم نداریم. چرا جرم اتفاق میفتد؟ چون جیمنازیوم ورزشی درست نداریم. چطور میتونیم از وقوع جرم جلوگیری بکنیم؟ دانشگاهی سالم داشته باشیم. سوال همینه دیگه. رسانه‌ای سالم داشته باشیم. محیط دانشگاهی سالم داشته باشیم. محیط شورای سالم داشته باشیم. مسجد سالم داشته باشیم. منبر سالم داشته باشیم. و و موارد دیگه. و اینجی دوستان همون نکته که من میخوام اینجی عرض بکنم، بحث نکته جرم شناسی دینی است که همین سیاست جنایی که امروزه یک دانشمند یک تعریف از او ارائه میکنه، 1400 خورده سال پیش نبی کریم صلی الله علیه وسلم او رو برای ما و شما بیان داشتن: کلکم را و کلکم مسئولون ان رعیته. همین تمام سیاست جنایی برای ما و شما تعریف میکنه. یعنی نمیتوانیم بگیم من نسبت به هم نوع خود بیتفاوتم. همه ما و شما نسبت به اون کسانی که زیر دست ما و شما هستن و کسانی که به مجموعه هایی که ما و شما مرتبطیم رجوع میکنن، همه اون کسان نسبت به اونها ما مسئول هستیم و باید برای اونها به رفتار درست را آموزش بدیم. اگر ما به این مسئله درست اهمیت قائل نشدیم و گذاشتیم هر کس هر کار دلش خواست انجام بده، دیگه هیچ چیزی در این نظام اجتماعی معنا پیدا نمیکنه. ما نمیتوانیم نسبت به مباحثی که جامعه ما رو به خطر میاندازه، بحث‌های رسانه‌ای بیتفاوت باشیم. شورای محله ما نباید از ناهنجاری‌هایی که در منطقه از او اتفاق میفته بیتفاوت باشه. حالا بیایم در یک قالب کلانتر، دولت یا نمیخواد یا نمیتواند، از دو حالت خارج نیست دیگه. دولت یا نمیخواد یا نمیتواند که جلوی رفتارهای انحرافی بگیره. آیا ماها به عنوان کسانی که برای زندگی خود باید برنامه داشتیم باید بی‌تفاوت از کنار رو عبور بکنیم؟ نه خیر، چنین چیزی وجود نداره. همه ما مسئولیم. کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته. پس رابطه جرم شناسی و سیاست جنایی همینه. جرم شناسی به سیاست جنایی، به برنامه ریزی کمک میکنه که چطور جلوی یک رفتار انحرافی رو بگیره. اگر رسانه داره اشتباه میکنه، جرم شناسی باید بریم میگه که آقا جان برنامه هایی که تو داری پخش میدی خودی زمینی ارتکاب جرم داره فراهم میکنه. اگر میخوایی جلو جرم بگی، فلان برنامه فلان برنامه فلان برنامه باید جلو از ما گرفته شه، اونها اصلاح بشه. که متاسفانه ما در جامعه خود هنوز به اون درک لازم نرسید و همون خاطرم هست که ما روز به روز شاهد آمار افزایش جرایم در سطح شهر و کشور خود هستیم، که امیدوار هستم هر چی زودتر به خود بیاییم و بخش و جلوی این بخش عمده از این چالش ها رو بتونیم سد بسازیم. خب این تتمه همون مباحثی بود که در ارتباط با رابطه جرم شناسی با سیاست با دیگر رشته‌های علوم جنایی باقی مانده بود که خدمت شما دوستان تقدیم شد. اما مسئله دیگری که وجود داره یا عنوان دیگری که در بحث جرم شناسی داریم، بحث منابع روش تحقیق در جرم شناسی یا روش تحقیق در جرم شناسی. خب دوستان عزیز، یک مقدمه میگیم و چون فرصت ما تمام میشه ادامه مباحث رو میگذاریم برای جلسه بعدی و آینده انشالله.
هر علمی که به پویایی رسیده مدیون تحقیقاتی است که یک تعداد از دانشمندان انجام دادن، یک تعداد کسانی، مردمانی، انسانهایی زحمت کشیدن، رنج کشیدن و خون دل خوردن، تحقیق انجام دادن تا یک علم به پویایی رسیده در همه زمینهای علمی که شما نگاه بکنید. منتها بحثی که وجود داره این تحقیقات، تحقیقات روشمند بوده. یک سری منابع به عنوان منابع اولیه از مثال در همه رشته‌ها وجود داره. مثلا اگر کسی در عرصه اقتصادی تحقیقی انجام میده، یک سری منابع اولیه وجود داره که باید اونها دسترسی داشته باشه. اگر نگاه می‌کنین در رشته فقه کسی یک تحقیقی انجام میده، خب طبیعتاً باید به فکر منابع اولیه باشه، منابع اولیه که از اونها بتونه استنباط بکنه، مثل قرآن و سنت، اجماع و قیاس و مباحث منابع دیگری که در اون عرصه وجود داره. در جامعه شناسی به عین شکل، در طبابت هم، در علوم تجربی هم اگر شما برین همین مباحث وجود داره، در جرم شناسی هم عین بحث وجود داره. در جرم شناسی هم اگر ما میخوایم یک تحقیقی رو انجام بدیم، به روش تحقیقی انجام بدیم، نیازمند به یک سری منابع اولیه هستیم. وقتی که میگیم منابع اولیه، میشه به این معنا که نه اینکه بده اون منابع دیگه ما کاری نداشته باشیم، نه، به اون منابع هم استفاده میکنیم، اما در وهله اول به خاطر از اینکه ساختار کار ما مشخص بشه، باید اون منابع اولیه ما پیدا بکنیم و به اونها مراجعه بکنیم، بعد بریم به سراغ منابع ثانویه و سوم و موارد منابع بعدی. حالا در جرم شناسی هم ما چند تا منبع داریم که به عنوان منابع اولیه و روش یا طرق تحقیق در جرم شناسی به شمار میاد. اینا چی هستند؟ اینا عبارتند از آمار جزایی، جستجو در دوسیه ها، روش مصاحبه، اینجا یک روش هم اضافه بکنم، روش مصاحبه‌ای، روش مونوگرافی، توجه به نظریات دانشمندان، روش تحقیقی بیالی نیافردی و روش مجرمیت. اینها منابع اولی هست که یک جرمشناس در ابتدا باید به اونها چکار بکنه؟ مراجعه بکنه. حالا این که این منابع چه هستند و چه میگویند و چه منافعی دارند و به چه دردی میخورند در جرمشناسی، انشاءالله العظیم در جلسات آینده به صورت مفصل به اونها خواهیم پرداخت. چون فرصت ما تمام شده، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم، انشاءالله که استفاده لازم رو برده باشین، با تأکید به این که حتما مطالعه بفرمایید کتابی که به شما معرفی شده و همچنان در بحث یادداشت برداری ها هم امیدوار هستم که اون جدیت لازم داشته باشین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.